زلیخا. بله ماما. بیا اینجا ببینم. اومدم. بله. اینجا نه، بیا بریم داخل باهات حرف بزنم. درو ببند. بشین. تو اصلا علاقه به عمران داری؟ برادر عمران؟ پس من دارم از عمران خان حرف میزنم. اون خیلی منو دوست داره. اما موضوع چیه؟ یکم این دوست داشتن رو توضیح بده. اینم بگو این ماجرا از کی شروع شده. ماجرا دیگه چیه؟ منظورم اینه که فقط اون تو رو دوست داره یا تو هم دوستش داری؟ آدم چطوری میتونه جواب محبت رو با نفرت بده مامان؟ پس موضوع اینه. خوبه. وقتی دیدم بابات پا پیش گذاشته فهمیدم دستتون توی کاسه هست. عقل تو از دست دادی؟ تو از خود بابات هم جلو زدی؟ کسایی که من 20 سال تحویلشون نگرفتم تو بهشون دل بستی؟ آره، الان داری میخندی. همین فردا میزنی تو سرت. من اونجا نیستم که بپرسم تو که دیروز میخندیدی چرا گریه میکنی؟ من به کی علاقه دارم؟ منظورم اینه که چرا دارین به هم تهمت میزنی؟ این که به داداش عمران علاقه دارم یعنی این که به برادرم علاقه دارم. به جز این چیزی نیست. ببینم پس چرا اون بهت علاقه داره؟ باباتم که متوجه این علاقه شده و همه قولا رو داده. یعنی چی؟ بابات به اون بی همه چیز قول ازدواج با تو رو داده. اما تو نگران نباش، من هستم. نمیذارم بابات کاری بکنه. خوشت میاد که از تو قطار ماهو ببینی؟ آره داداش عمران، انگار ماه هم داره با قطار میاد. وقتی چشمت بهش میفته دیگه نمیتونه بره. آره مامان همیشه میگفت وقتی دخترها یواشکی به ماه نگاه میکنن من نشینه که خب دنبال ماه خودشونم. دیدی؟ دستت رو شد. ول کن این حرفا رو داداش عمران، خوبیت نداره. حرف زدن من و تو هیچ اشکالی نداره. کی اینو بهتون گفته؟ خودم میگم. تازه ببین تا فردا پس فردا حرفای من درست از آب در میاد. اومدم. خب امروز قطار بگیر و با علی حمزه بیا خونه ای ما. الان پشت تلفن چی بگم؟ اینجوری فکر کن که کوثر پروین داره میاد خونه منو به آتیش بکشه. میخواد پسرش عمران رو داماد کنه و خونه رو خراب کنه رو سرم. آره قبلا هم حرفش رو زده. قبل از اینکه آقا نور محمد به این موضوع حکم شرعی بده و بیاد خونه سر منو بخوره، بودو بیا اینجا. میای؟ ازم تقاضا میکنی که فقط باید کنار خودم بشینی. دیگه بقیهش با من. بازم میگم همین که قطع کردی میای. خدافظ. بگو ببینم اگه از سوال کنن چه جواب میدی؟ چی بپرسن؟ ای بابا
بپرسن نه، این که بگن، مثلا این که بگن تو باید با عمران حرف بزنی. خب تو چی میگی؟ بگو دیگه، اگه ساکت بمونی فکر میکنن جوابت مثبته. مامان اون مثل برادر من میمونه. آفرین، همینو بگو. حتی اینو هم بهشون بگو که ازش خوشت نمیاد. این یکیو نمیگم. خیلی خوب، باشه، خوبه. فقط همون برادر و اینا. اینم نمیگم، فقط ساکت میمونم. تو ساکت نمیمونی، من خودم باهاتم. تو فقط قبول نکن، بقیهش دیگه با من. اینطوری نمیشه، اگه جلوی بابا قبول نکنم عصبانی میشه، بعد منو میزنه. به شما گفتم دیگه، شما خودتون بهشون بگین، روک و راست بگین قبول نکرده. حتی اینم بگین که اگه با عمران عروسی کنم شب عروسی زهر میخورم. من که نمیخورم، فقط بترسونیدشون. من به خالت زنگ زدم. برای چی این کارو کردین؟ چرا خاله رو وارد مسائل خونه میکنین؟ این طوریام نیست، موضوع اینه که اون علی همزرم با خودش میاره. خب معلومه که میاره، همیشه میآورده. این دفعه برای همراهی مامانش نمیاد، فقط میخواد بیاد تو رو ببینه. واقعا؟ فقط میاد که منو ببینه؟ فردا میگم. فقط تو دیگه بهش داداش علی نگو. چرا نگم؟ چرا یه دفعه دیگه داداشم نباشه؟ دیوونه شدی؟ اگه بهش بگی برادر چطوری میخواد با تو ازدواج کنه؟ ای بابا، پس به این فکر میکنین؟ فقط اون به دردت میخوره، خیلی خوش تیپ و با وقاره، تازشم با همه ای وجود دوستت داره. مامان من در مورد اون هیچ وقت اینطوری فکر نکردم، من باهاش ازدواج نمیکنم. تو فقط دو گزینه داری، یکی عمران مقیس، یکی هم علی حمزه. عمران مقیسو که کلن فراموش کن. هر وقت بابات با دستای خودش منو کشت، در اون صورت میتونی باهاش ازدواج کنی. من زهر میخورم. میدونم که زهر نمیخوری، فقط داری منو میترسونی. پس شما میخواین از چاله در بیام، بیافتم توی چاه دیگه؟ آره، کسی که از چاه بیرون میاد دیگه میتونه پاهاشو مستقیم بذاره روی سطح زمین. خوشبختی تو این زلیخا، از چاه بیو بیرون، وگرنه گزینه سومی نداری.